سلام و ارادت خدمت خانواده عزیز و گرانقدر غزال خانوم، روح شاد. من شما رو درک میکنم، میفهمم شرایطتون رو. فقط خواستم به عنوان یک برادر کوچکتر از جامعه هنر ایران این جمله رو بگم که تکراری هم از برای شما. واقعا لذتی که در گذشت هست در انتقام نیست. میفهمم حالتون رو، متوجهم، اما به خاطر رضای خدا، به خاطر شاید آرامش روح غزاله، اگر دوست داشتید برید و رضایت بدید، بذارید این جوون که قطعا پشیمون شده از کردش به زندگی برگرده و اینطوری شما هم در آرامش خواهید بود. خیلی متشکرم. نام خدا. پدر مادر غزاله عزیز، ضمن اینکه بهتون تسلیت میگم، این واقعی بسیار دردناک رو به قول معروف میگن لذتی که در عفو هست در انتقام نیست، و من امیدوار هستم که از گناه این بچه بگذرید شما و در راه رضای خدا گذشت کنید و اجازه ندین که یک مصیبت به خانواده دیگه وارد بشه، و ازتون عاجزانه تقاضا میکنم که گذشت کنین و اجازه بدین که روح اون مرحومم در آرامش باشه و انشالله این انسان هم از مرگ رهایی پیدا بکنه. متشکرم. سلام مردم شریف، سلام انسان های با گذشت. والا به خدا من نه دنبال اینم که فالوورای اینستاگرام هم زیاد بشه، نه دنبال اینم که بگم آدم خوبی هم. من گناهکارترین آدم هم، اما یه چیزایی رو به ما یاد دادن و احساس میکنیم که آرامش و خوشبختی یکی از ویژگی هاش اینه که گذشت داشته باشه، و اینکه میدونم که انتقام سمیه که اول خودمون میخوریم و از عمر روح و زیبایی و خلقت ما کم میشه. من از خانواده محترم مقتول که همه ما میدونیم قرار جوانی به خاطر این قتلی که هنوز ثابت نشده به نوعی قصاص بشه و فردا اعدام بشه ناراحت هستیم، نه به دلیل اینکه اون بچه مجرم نیست یا مجرم هست، به دلیل اینکه یک انسانی در قبل از اینکه به سن بلوغ یا سن شعور و انتخاب و تصمیم گیری برای پلید بودن یا شریف بودن برسه کاری رو کرده یا نکرده هنوز من نمیدونم، ولی احساس میکنم فرصتی نیست و از خانواده محترمی که داغدارترین در این لحظه تقاضا میکنم، التماس میکنم اگر ممکنه قصاص رو بردارن و به ماها یاد بدن که گذشت یعنی تولد دوباره، و مطمئن هستم که روح دختر مرحومتون حتما به آرامش بیشتری نزدیک بهش و نزدیک خدا قرار خواهد گرفت. باز هم میگم این التماس یک فردی است که خودش گناهکارترینه. من تئاتری رو بازی میکردم که در این تئاتر نقش کسی رو داشتم که به طور اتفاقی دامادشون رو میکشه و پدر داماد از او قصاص میخواد. آخر هر اجرا من روی صحنه وقتی قرار بود اعدام بشم و تناب دارگردنم بود، لحظه مردن رو احساس میکردم و میدونستم که ناخواسته این کار کردم. امیدوارم حرف من و احساس من به دل شما بشینه و ذره ای از کینه و حس انتقام یا قصاص رو درون شما کم بکنه. متشکرم که اجازه دادین این تصویر رو و حرف دلم رو به سمع و نظرتون برسونم. سلام عرض میکنم خدمت خانواده محترم غزاله شکور. تسلیت عرض میکنم خدمت این دو عزیز و خانواده محترمشون. میدونم که از دست دادن فرزند بسیار سخت و هیچ چیزی ممکنه درد انسان رو تسکین نده و آتش انسان رو خاموش نکنه، ولی اعدام شدن یک بچه که در 17 سالگی 16 سالگی اشتباهی کرده و این اشتباه خود فرد نبوده، اشتباه جامعه است، اشتباه یک رفتار، یک فرهنگ، خشونت در جامعه ما یک امری است که متاسفانه نهادینه شده. با مردن و اعدام کردنش هیچ اتفاقی نمیفته. این آرمان در یک دقیقه اعدام میشه، یک روز خبرش رو میزنن تمام میشه. ولی ما چه کنیم که غزاله شکور عزیزمون جاودانه بشه؟ همونجور که یه فرزندی از تصادف بمیره، اعضای بدنش و اندامش رو
هدیه میدن به بیماران و اونا رو زندگی دوباره میبخشن. من شنیدم خانواده پدر و مادر آرمان اعلام کردن که آماده هستن که یک مرکز درمانی خیریه رایگان برای مردم بی‌بضاعت فقیر و درمانده احداث کنن به نام غزاله شکور. و این به نظر من یه عاقبت به خیری میتونه باشه برای غزاله عزیز که از دستمون رفته، فرزند عزیز کشورمون. همه کسایی که دغدغه سلامتی دارن اونجا به روح پرفتوش احترام میذارن و براش دعا میکنن. من فکر میکنم که خون رو با خون نمیشه شست و لذتی که در گذشت هست در انتقام نیست. در این گذشتی که در کنارش یه خیر بزرگی هم نهفته است، خیری که تمام بچه های فقیر محروم بی سرپرست رو میتونه شامل بشه. تقاضا میکنم دست و پای پدر محترم و مادر محترم غزاله رو میبوسم و از شما خواهش میکنم اجازه بدن غزاله جاودان بشه. سلام مام بابای غزاله، من سید مصطفی ظریفیانم، عمو مهربان، عموی کودکان ایران زمین، عموی غزاله، عموی آرمان. ازتون یه خواهش داشتم. من به عنوان یه کسی که داغدار غزاله هستم، نه به اندازه شما که میدونم خیلی سخته، اما میخوام یه خواهش کنم. 10 سال از اون قضیه گذشته، امکان داره آرمان از سر جوونی، نوجوونی، اثر سادگی، خامی این اتفاق رقم خورده باشه بین غزاله و آرمان. خواهشم اینه که اگر براتون امکان داره یک فرصت زندگی بدید به آرمان تا اون بتونه در بودنش در هستی جبران کنه این اتفاقی رو که رقم زده. دست شما و بابای غزاله جان رو می‌بوسم. دوستان عزیز، مرسی که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگه به برنامه های ما علاقه مندید، میتونید از زیر همین ویدیو از طریق دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و با زدن علامت زنگوله کنار اون اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید.